اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اثر رو نجو الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء و الارض و هو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلکناها افهم یؤمنون فما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين دقل انزل لا علیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تحملون. سوره مبارکه انبیا که در مکه نازل شد و عناصر محوری معارف سور مکی اصول اعتقادی است به زمینه خطوط کلی اخلاق و حقوق، شبهات اونها گاهی درباره مبدأ، گاهی درباره معاد و زمانی درباره وحی نبوت مطرح می شود. در تقدیم و تأخیر نقل شبهات و اجوبه اون شبهات بین این صور اختلاف هست. گاهی ضرورت کلام ایجاب می کند که مسئله توحید مقدم بشود، چون که نظم طبیعی هم همین است. گاهی ایجاب میکند که شبهات وحی نبوت طرح شود که مورد نیاز مخاطبان بود. در این آیه سوره مبارکه انبیا اول مسئله معاد را اشاره کردند، بعد شبهات منکران وحی نبوت را یکی پس از دیگری بازگو کردند. در باره نبی سه تا کلام دارند که دو تاش فرع است و یکیش اصل. اون شبهات سگانه شون این است که این بشر است و بشر نمیتواند پیامبر باشد، اگر رسالتی هست بوده فرشته است. دوم و سوم که لازمه همین اصل است این است که این نیازمند به خورد و خوراک و خواب و امثال ذالک است. و دیگری این که در معرض مرگ است، مانند افراد دیگر میمیرد. رسول آن است که فرشته باشد و اون دوتا لازم هم داشته باشد، نیاز به خود خوراک و پوشاک نداشته باشد و مرد هم او را تهدید نکند. و این که مدعی رسالت است بشر است، اولا دوتا لازم هم دارد، یکی مسئله اکل شرب است، دیگری هم مسئله مرد. و با تحقیر هم از اون نام بردن، برای اینکه جز سربازداران حجاز نبود، گفتن به این که هر حاضا ای آدم معمولیه. گاهی سخن از اصل بشریت است که بشر مثلکم بماند، گاهی تعبیر بهازا این اگر میتونه پیغمبر باشه، این تعبیر است الهازا الا بشر مثلکم، ناظر به این است که این اگر نبوت بر بشر نازل میشد برای یکی از بزرگان طائف یا مکه مثلا یا مکه و مدینه نازل میشد. الا رجل لعب قریتین عدیم. خب حالا پاسخهایی که داده شد یکی پس از دیگری، بخش از اون پاسخها حکمت است، بخش از پاسخها هم جدال هستند که انبیاء قبلی هم پیام مثل بشر عادی بوده مثل شما، الا اینکه اون ماعظ اساسی همون وحی است که انبیا دارن و شما ندارن. هم از راه حکمت پاسخ دادن، هم از راه جدال هستن که ادعو الی سبیل ربشه به حکمت و الموعظة الحسنه و جادل هم بالتی است. این مقام اول شبهاتش راجع به شخص پیامبر است که او آورنده این پیام الهی است.
دوم درباره پیام او سخن گفتن. چون اصل رسالت را مال فرشته می دونن و بشر را شایسته فرستادن رسالت الهی نمی دونن، اون چرا که این بشر آورده رهاورد او را به بهانه های گوناگون متهم می کردن. برخی ها می گفتن به این که سحر است، برخی می گفتن کهانت است، برخی می گفتن شعر است، برخی می گفتن فسون است و فسانه، برخی هم می گفتن به این که این رؤیا و امثال ذالک است. حالا یا یک گروه تصمیم می گرفتن در مقاطع مختلف این تهمت ها را روا بدارن، یا گروه های مختلف هر کسی یک دیدگاهی داشت و دیدگاه خودش رو مطرح می کرد. این چند قول بود. اساره مقام ثانی هم به مقام اول برمی گردد. یعنی دو اشکالی که در مقام اول بود، چهار اشکالی هم که در مقام ثانی هست، اینا همه اونها به اون اصل الاصول برمی گردد. چون قبول ندارن که رسول می تواند بشر باشد، لذا اون دو تا اشکال اکل و شرب از یک سو، مرگ و میر از سوی دیگر را درباره پیغمبر نقل می‌کردند، و این چهار اشکالی که مربوط به رهاورد اوست از قبیل سحر بودن، فریه بودن، از غاص احلام بودن، شعر بودن را تهمت می‌دادند. پس بحث در دو مقام است، لیکن ریشه یابی همه این دو مقام به یک اصل برمی‌گردد و دو اشکال مقام اول و چهار اشکال مقام ثانی هم به یک جا برمیگردد، یعنی به همون بشریت فرستاده. هل هازا الا بشر و مستقام، اونم بشر عادی، به بشر ضعیفی که از طبقه محروم است، که اگر هم بشر برفرض بتواند رسول باشد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبیلتین عظیم. بشر نمیتواند پیغمبر باشد. اگر بشری پیغمبر باشد، فرون سرمایدار مکه یا فرون سرمایدار مدینه باید باشد یا طائف. پس اصل بشریت به زعم اینها با رسالت سازگار نیست، اونم بشر مثلا محروم. هل هازا الا بشر مثلکم، این ماره مقام اول. در این مقام اول دو تا لازم و فرعی هم هست که اینم اهل شرب دارد و اینم میمیره، که در آیات دیگر مطرح شد و در این قسمت چون لازم نبود در اشکالات یک نشد، ولی در پاسخ آمده. اما مقام ثانی که درباره رهاورد او حرف میزدن، گفتن افتتون السحر و انتم تبصرون. این ساحره، اگه شما نتونید مثل بیارید، مثل آن است که نتوانید مثل ساحر کار سحر انجام بدید. صرف نتوانستن دلیل اعجاز نیست، ممکن است او ساحر باشه. این و انتم تبصرون ترجیبن گونه در همه این دو مقام، که مقام اول سه شبهه، مقام دوم چهار شبهه را در برداشت، گرچه ریشه همه اون دو شبهه مقام اول و چهار شبهه مقام ثانی به یک جا برمیگردد، ترجیح بندش به انتم تبصرونه، یعنی شما که میدونید، شما که میبینید این بشر است و مانند افتعتون از سهره و انتم تبصرون. خب این و اثر رو نجو الذین ظلموا، که پشت درهای بسته این تصمیم رو گفته، این نشون میده کارها رو تقسیم کردن یا در فرصتهای مناسب بین کفار و مشرکان حجاز این شبهات رو تقسیم کردن که هر کسی جوی رفت بزند. وجود مبارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به همه اینها یه پاسخ جامع داد، بعد تفصیلا به هر کدام جواب جداگانه داد. فرمود اون چه که شما در پشت درهای بسته گفتی خدا می داند، زیرا اگر ذات اقدس اله سمیع به جارحه و اوزن و مانند اون بود، سر و جهر برای او فرق میکرد، سر و علم برای او فرق میکرد، دور و نزدیک برای او فرق میکرد. اگر کسی بنا بود از راه گوش یا از راه چشم ببیند یا بشنود، تفاوت زمان و زمین اثر میگذارد، اگر دور باشه یا نزدیک فرق میکنه، اگر گذشته باشه یا حال فرق میکنه، ولی اگر بنا شد با اراده بدونه و علمش ذاتی باشه،
نه قرب و بعد زمانی اثر داره نه قرب و بعد زمینی. الان نمونش بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه در همه ما هست. ما الان بخواهیم داستان حضرت نوح سلام الله علیه را تصور بکنیم یا جریانی که امروز اتفاق افتاده تصور بکنیم، برای هر دو یکسان قدرت داریم، صرف تصور دیگه. یا بخواهیم این مسجد اعظم را تصور بکنیم یا مسجد الحرام را، برای ما یک تصور هر دو یکسانه. نزدیکی این و دور بودن اون در تصور ما اثری نداره. نزدیک بودن حادثه امروز با دور بودن حادثه طوفان نوح سلام الله علیه برای ما که بخوایم تصور بکنیم فرقی نداره. اگر کسی با ابزار چیزی را نمیداند، با اراده و علم میداند، سر و علم بر او فرق میکنه، چون همه جا حضور دارد دیگه. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، دور باشه نزدیک باشه، جهر باشه سر باشه، چون وهابت سمیع و علیم است دیگه. بیان نورانی است علی سلام الله علیه دارد که بصیر لا بجاره. اگر او با ابزار نمی بیند، با ابزار نمی شنود، بلکه با علم ذاتی می شنود، نسبتش به همه است دواست دیگه. خب این یه جواب اجمالی است که گذشته و آینده را زیر پوشش می گیرد. اونا یه بار گفتن سحر است، بل قالوا، این بل قالوا را میگن ذات اقدس اله اعتراف کرده است. فرق است بین این که قالوا بل از غاس و احلامه، این اعتراف در حرف اونهاست، و بین این که بل قالوا، این اعتراف در کلام خداست. یه وقتی میگوییم اونها اول گفتن سحر است، بعد بالاتر رفتن گفتن اساس احلام است، بعد گفتن شعریه است، بعد گفتن شعر است، که این مراتب چهارگانه در کلمات اونها یکی پس از دیگری، حالا یا فراز است یا فرود، یا از بالا به پایین میان یا از پایین به بالا میرن. این در صورتی است که خداوند فرمود باشد که قالوا بل از غاس و احلامین، یعنی خدا می‌فرماید که اینها ترقی کردن، اعتراف کردن از سحر به زق و از زق به فریه و از فریه به شعر. اما چون دارد که بل قالوا، این بل کلام الله است، خدا می‌فرماید از اون جمله قبلی که خدا نقل کرد، خدا نقل کرد که اونها گفتن سحر است، بعد خدا اعتراف کرد بالاتر را فرمود بل قالوا، این حرف زدن. این تخلفیست که برخی از مفسران ادب دوست که تو این محدوده زیاد فکر میکنن گفتن، لکن این جمعن رو میشود به ذات اقدس اله نسبت داد که شون حکایت کردن، چه بل مقدم باشد چه بل مؤخر، معناش این است که اینا گاهی گفتن سحر است، گاهی گفتن زقص است، گاهی گفتن شعریه است، گاهی گفتن شعر است، حالا یا از بالا به پایین آمدن یا از پایین به بالا آمدن، یا این مربوط به چهار گروه است که یک گروه اونجور گفتن یک گروه اینجور، نه اینکه یک گروه این چهار حرف را در چهار مقطع زدن، چون برخی هم گفتن کاهن است و مانند آن. به هر تقدیر برخی ها خواستن بگوین که بین قالوا بل از غاس و احلامن یک، و بین بل قالوا فرق است، چون در قرآن بل قالوا پس اعتراف مال خداست. اگر می فرمود قالوا بل، این اعتراف در کلمات اونها بود. خب بل قالوا از غاس و احلامن بل افتراهو بل هو شاعران، در اینجا احتمالی هست که این قالو در همه جا هست شده باشد، و باید اضراب در کلام خداست در همه مقاطع، یعنی بل قالو از غاس احلامه، بل قالو افتراهو، بل قالو هو شاعران، این احتمال هم هست. خب پس این چهار شبه مربوط به وحی. خب حالا اگر این رهاورد وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم معاذ الله یا سحر است یا زقص یا رؤیاست یا فسون است و فسانه یا شعر است،
پس معجزه نیست؟ معاذ الله نه. لذا از این بعد میگن به این که تو اگر پیامبری، پیامبر که نمیتونه بشر باشه، حالا لو سلمنا این میشه جدال، این لو سلمنا لو سلمنا که کتاب ها هست، یعنی از برهان تنزل کردید به جدل رسیدید. جدل آن است که مقدمات مسلمه این دلخط قیاس را سازماندهی کنه. اما اگر یه برهانی قیاسی باشه که مقدمات جزء علوم و متعارف هست، دیگه سلمنا ندارد. خب این بل سلمنا لو سلمه بل سلمنا یعنی برهان دیگه نیست، میشه جدل. حالا اینا جدلی بحث میکردن که ما قبول نداریم ما کسی که پیامبر است میتونه بشر باشه. حالا برفرض اگر تو پیامبری و پیامبری با بشریت سازگار هستی که یه عده ادعا میکردن، مثل اونها باید معجزه بیاری. و این افتاد تو فاز جدل. خب اونها میخوام بگن شما چیزی که میدونی چرا به دنبالش میرید؟ ما نمیخوام بخوام بگن این بیان القلبی است، این یه چیز روشنی شما که میفهمید، یا فصول است و فسانه یا شعر است یا دقیق احلام است. میخوان تحقیر کنن روایت را، زلالت را، گمراه گم بودن او رو بیان الغیب تشکیل بزنن که همه تون میدونید اینجور دیگه. خب بعد فرمود اینا میگن که فلیعتنا به آیتن، این کما ارسل الارض اولون یه تشبیهی است که مثلی رو به همراه دارد، یعنی همونطوری که انبیای قبلی معجزه داشتن، تو اگر پیامبری معجزه بیا. اینها یعنی مشتکان حجاز باور نداشتن که بشر میتواند پیامبر باشد، چه که بحث مبسوطش در سوره مبارکه انبیا سوره مبارکه انعام آیه 8 به بعد گذشت. در آیه 8 به بعد دارد که 7 و 8 به بعد ولو نزل الله علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ما اگر همونطوری که برای موسی کلیم سلام الله علیه الوای فرستادیم، کاغذ بفرستیم که ملموس باشه، محسوس باشه، اینا میگن زهره. ما که یک معارفی را در قلب تو القا میکنیم، نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین، بعد از لبان مطهرت این حرفا شهده میشه، بعد یه ادی تو کاغذ مینویزن که بعدها میشه کاغذ. اگر ما کاغذ بارون هم بکنیم، کاغذ از آسمون بیاد، اینا میگن نه یه قرطاس آتیست، میگن سر. و قالو لولا انزل علیه ملک، یه فرشتهی باید برای تو نازل بشه تو او خبر بده. بعد خدا فرماد ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولو لبسنا علیهم ما یلبسون. تو تو پاسخ داد فرماد اگه فرشته نازل بشه کار تمامه، ما وقتی به پیشنهاد شما عمل بکنیم که اگر عمل کردید نجاح پیدا میکنید و اگر نکردید عذاب الهیست. یک ثانیم برفض فرشته نازل بشه، ما فرشته را پیامبر بکنیم، او را به بسند بشر در بیاریم تا حرف بزنید با او، با شما حرف بزنه، احتجاج کنه، مشکل شما را بشنه و جواب شبهات شما را جواب بده. باز الکلام اگر ما فرشته را با همون صورت فرشتگی نازل بکنیم که شما نمی‌بینید، فرشته را باید به صورت بشر در بیارید که شما ببینید، حرف او را بشنوید، با او احتجاج کنید. و رو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً، اونگاه باز برای ربسن علیه ما یلبسون. آدم اشکال این دو جواب در اول سوره بارکه انعام گذشت. اینجا می فرماد به این که این آیون میگن چرا فرشته نفرستاد، چرا معجزه نیامد؟ خب منظورتون چیه؟ اگر معاذ الله در این شک داری که خب به کسی مثل این بیاره دیگه. اگر میگید نه اون چرا که ما میخواهیم بیاد پیشنهاد اقتراحی، معجزه اقتراحی یعنی پیشنهادی، او یه خطری او را همراهی میکند. معجزه‌ای که خدای سبحان می‌فرستد یا قبول یا نکول عذابش نقد نیست، اما معجزه اقتراحی به پیشنهادی که شما خودتون پیشنهاد بدید بگید این کار را برای ما بکن،
اگر معجزه اقتراحی و پیشنهادی بود و خدای سبحان پذیرفت و اون پیشنهاد را عمل کرد و ایمان نیاوردید، عذابش قطعی است و خدای سبحان با بود پیغمبر نمیخواهد عذاب استعصالی را دامنگیرتون کنه. اما اقتراحی نبود. خب معجزه جهانی همینه دیگه، چون این شبه الی یوم القیامه هست. الیوم هم میگه معجزه پیغمبر کیه به چیه؟ یه حرف جهانی را، یه کسی که با کلیت و دوام آمده به میدان، کلیت یعنی برای کل فرد فرده، دوام یعنی الی یوم القیامه، همگانی و همیشگی. کسی که با این دو اصل به میدان آمده باید حرفش همگانی و همیشگی باشد، کلی و دائم باشد. اونی که کلی و دائم است همین قرآن کریم. بله، ولی اقتراحی نبود، نه که اونا پیشنهاد دادن. در جریان بزغال جابر این طور بود، در بسیار از موارد با وجود مبارک کرامت های از حضرت صادر شد که همه دیدن و امثال زده اون درخت رو دیدن. برخی از معجزات احتمالا افتراقی هست، چون جریان که نهج البلاغه دارد و اون هم که ریشه دارد که چرا عذاب استحصال دامنگیرشون نشد. فبود و ما کان الله لیعذبهم و انتفیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. خود وجود مبارک رحمت للعالمین مانع عذاب استحصال است. خب بله، حالا او را هم جواب میدن، مثلا همون معجزه آوردیم دیگر. این قرآن کریم معجزه است دیگر. معجزه آنه کسی نتونی مثل این بیاره. شما لب اجتماعت الجن و این سور جن حالا آن یعتو ما فر قرآن دایعتونه دیگر. خب فرمود به این که اگر سخن از معجزه های اقتراحی است، این با خطر همراه است. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها. خیلی ها پیشنهاد معجزه اقتراحی دادن، یعنی پیشنهاد دادن که معجزه بیاید و ما ایمان میاریم و اون پیامبر ابلاغ کرد و ذات اقدس اله اون معجزه پیشنهادی را آورد و اونها ایمان نیاوردن و عذاب الهی به حیات اونها خاتمه داد. چون که دین نمیشه با دین خدا و معجزه بازی کرد که امروز این رو بخواد فردا اون رو بخواد کرد. این ماله فرمود امتهایی که قبل از اینها بودن معجزه اقتراحی را دیدن و ایمان نیاوردن و هلاک شدن، اینا ایمان میارن؟ اینا ایمان میارن یعنی اینا که بدتر از گذشته ها هستن. افهم یؤمنون این مثل نیست بلکه از مثل بدتر است. ملاحظه فرمایید، ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون. اینا پیشنهاد میدن که معجزه بیارید. خب معجزه اقتراحی خطر داره. ما این کار را نسبت به اوام قبلی کردیم، اونا هلاک شدن، اینا ایمان میارن؟ اینا با این که لدن به تنظر بهی قومن لدا، اینان علد دلخسام، اینا ایمان میارن؟ افهم یؤمنون. باید که خطر انقراض دامنگیرشون باشه و خطر انقراض هم که مصلحت نیست، برای اینکه ما کنا معذبین و انتفیهم، عذاب استعصاد برای این امت نیست. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون. اینا ایمان میارن؟ اینا که لدن علی دلخسامن. خب اما اون برهان جدار، شما که قبول ندارید که پیغمبر بشر میتونه پیغمبر باشه، ما بحث برهان را قبلا گذروندیم. حالا آمدید و به عنوان جدل میگید که اگر کسی پیغمبر باشد باید معجزه بیاره. ما شما سوال کنید اونایی که شما که مشرکینید با اهل کتاب رابط دارید، با یهودی ها رابط دارید، با مسیحا رابط دارید،
دوتایی علیه اسلام توسعه میکنید، از اونا بپرسید پیغمبران شما از چه جنس بودن؟ و ما ارسلنا قبلکه الا رجالا. پس چرا شما میگید هر حاضر لا بشر مثل خون؟ شما که سر و سرتون با اهل کتاب هست، اهل کتاب هم که متاسفانه درباره شما اغراق بکنن و شما را بهتر از مسلمان ها میدونن. همین یهودی ها، همین مسیحی ها، اینا تو ارتباطشون با مشرکان و ملحدان بیش از ارتباطشون با مسلمان هاست. همین یهودی ها، همین مسیحی ها میگن این مشرکان و ملحدان متمدن تر و با فرهنگ تر از مسلمان هستن، که بحثش در سوره مبارکه نساء آیه 51 گذشت. در اون آیه 51 سوره نساء این بود: الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، همین ها که اهل کتابن بهره از کتاب آسمانی بردن، یهودی یا مسیحیان، اینا در باطن یؤمنون بالجبت و طاغوت یک، و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، دو. میگن این مشرکین متمدن تر از مسلمین هست. خب شما که با اونا سر و سر دارید، از اونا سوال بکنید پیامبران شما که از چه گروه بودن، فرشته بودن یا بشر؟ فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا. یک، شما گفتید هل هذا لا بشر و مثلكم، نه درست است به حسب ظاهر بشر است، اما نوحی الیه، ما رجالی را به عنوان رهبران الهی فرستادیم که با وحی الهی ارتباط داشتن. میگید نه، فاسألوا اهل الذکر، تورات ذکر است، انجیل ذکر است، اینا کتاب های آسمانی هست، ذکر خدا را به همراه برن، از اینا سوال بکنید، اگر نمیدونید به شما میگن که پیامبران اینا بشر بودن، رجالی بودن که از وحی کمک میگرفتن. تصویق اهل ذکر بر اهل بیت علیهم السلام اینها برای آن است که اون کلیست و مورد مخصص نیست، وگر مورد این آیه مربوط به اهل کتاب است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا برگردیم به سراغ اون شبهه. شما گفتید هل هذا الا بشر مثلكم، و لازمه این بشریت هم اکل و شرب است و نیاز به لوازم عادی است، یک. مرگ و میر هم برای تهدید میکنه، دو. خب انبیاء قبل هم همینطور بودن دیگه، این موسی کلیم اینطور بود، عیسی مسیح وجود بارک عیسی مسیح اینطور بود، و انبیاء ابراهیم اینطور بودن. و ما جعلناهم جسدا کلا یأکلون الطعام، یک. و ما کانوا خالدین، دو. شما میگید اینا غذا میخورن، خب بله غذا میخورن. شما میگید اینا میمیرن، خب بله میمیرن. نه غذا خوردن مانع وحیابی است، نه مرگومی. راضیه و شریعت اینه، منتها ما آمدیم از راه وحی به جوامع بشری فهموندیم این حرف تازه ماست که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را از پادر بیاره. این حرف تازه ماست که فی شرق العالم، فی غرب عالم، فی شمال العالم، فی جنوب عالم، این هر حرف تازه است که انبیا آوردن که انسان مرگ را میمیرانه، نه مرگ انسان را از پادر بیاره. کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. هر کسی مرگ را میچشد و هضم میکند و ابدی میشود. این هر حرفی است که فقط انبیا آوردن، در هیچ مکتبی این حرف نیست، بود ما این حرفای تازه را بودیم. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدون، بل خب من میمیرم، انک میتون و انهم میتون. ما جعلنا البشر من قبلک الخلد، این که مانع رسالت نیست. خب گفتید به این که کما ارسل الاولون، خب کما ارسل الاولون قبول داشته باشید. اگر جدالت جدال احسن است، ما هم جدال میکنیم، اما مقدماتی که قبل از مسلم بودن حق بودن اونها تثبیت شده است،
اون حق معقول مقبول جز مقدمات جدلی ماست، نه صرف مقبول. فمود ولا تجادلوا الا بالحق و جادلهم بالتي هي احسن. اگر مقدماتی از حیث مسلم بودن و مقبول بودن جز قیاس قرار بگیرد که در رتبه سابق حق بودن او تثبیت شده است، میشه جدال است. منتها از اون جهتی که مقبول است و مسلم است محور قیاس قرار میگیرد. فرمود ما بخواهیم به معجزات پیشنهادی و اقتراحی عمل بکنیم، حرف انبیا را تصدیق میکنیم، انبیا را تأیید میکنیم، اهلکناها هم دنباله کسانی است که ایمان نمی آورند و برای انبیا ما وحی میفرستیم. ثم صدقناهم الوعده، وعده‌ای که به آنها دادیم از راه معجزه و مانند اون صادقانه به این وعده عمل میکنیم. البته صدق در اینجا بنای مطابقه با واقع نیست، چون وعد انشاء است، به انشاء صدق و کذب مصطلح خذیر نیست، یعنی به وعده عمل کردیم. فانجیناهم، این انبیا را و مؤمنان به اونها را نجات دادیم. و من نشاؤو، که پیروان انبیا بودن، و اهلکنا المسرفین. اما گفتید معجزه، خب معجزه آوردیم دیگه. و لقد انزلنا الیکم کتابا، این کتاب یاد خداست، نام خداست، شما را هم نامور می کند، نام بردار می کند. بعض جا قبل از مرگ مردن یه سلسله جنازه های عمودی هست، بعد می افتن میشه جنازه افقی. اینی که قرآن کریم در باری دارد بل امواتون غیر و احیا، یعنی برخی ها قبل از این که بمیرن مردن، اونم با یه تأکید، نبود امواتون غیر و احیا، هیچ اثری از حیات درش نیست، این فقط همون اثر زبی هست. خب قبل بعض جا قبل از این که مردن از یادها و تاریخها و صحنه جامعه رفت، برای مردن مردن دیگر. اما برخی ها برای همیشه زندن. چرا العلماء و باقون ما بقیت در؟ برای اینکه اون چیه نام خداست و یاد خداست با او زندن میشه وجه الله. فبود لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، شما رو جاودانه میکنه، افلا تعقلون. پس به دنبال یه معجز دیگر میگردی که مثلا حالا با یه بزغالی دیزیال سیر بشن یا معجزات دیگر. و اونها که به دنبال بهانه میگردن، ما اونها را مقسوم کردیم، مقسوم با ساعت یعنی درو کردیم و قطع کردیم و از بین بردیم. و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتن و انشأنا بعدها قوما آخرین، چقدر ما مردم سرزمینی که اهل لجاج و لدود بودند و اهل لجاج بودند، اونا را از بین بردیم و قریه دیگر و ملت دیگر را به کار آوردیم. فتحصل که شبهه اولانه در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم رواست، بله در باره رهاورده. والحمدلله رب العالمین.